میهن پرستان و عاشقان ایران زمین درود بر شما به اولین بسته خبری امروز از کانال آوای ایران خوش آمدید. در دقایق پیش رو و در این بسته خبری با یک عنوان خبری مهم در خدمت شما هستیم. ظریف و روحانی به سیم آخر زدند. افشاگری های بی سابقه بر علیه سپاه پاسداران. اما دوستان عزیز قبل از شنیدن این خبر مهم از شما همراهان عزیز آوای ایران می که همین الان این ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظرات خودتون رو برای ما در بخش کامنت های این ویدیو بنویسید ما به حمایت های شما دلگرمیم زریف و روحانی به سیم آخر زدند افشاگری های بی سابقه بر علیه سپاه پاسداران محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق نظام در کتاب تازه خود جزئیات تازه از روز ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را افشا کرده و حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران هم در واکنش ها به این جزئیات از بی خود از حمله سپاه به پایگاه آمریکایی و همچنین لغو کردن غیرمنتظره جلسه درخواستی نظامیان توسط خود آنها گفته است. به نظر میرسد روحانی و ظریف که در ماهای اخیر توسط تنروهای اصولگرا و با دستور مستقیم بیت رهبری از صحنه سیاسی حکومت کنار گذاشته شدند تصمیم به افشاگری های جدید بر علیه سپاه و مافیای قدرت در نظام گرفتند فراموش نکنیم که هر دوی آنها در فردای آزادی ایران بایستی پاسخگوی جنایات و مالکشی های خود در طول دوران مسئولیتشان در نظام باشند اما در ورطه کنونی این دست از افشاگریها می تواند عمق شکاف و چند دستگی در نظام را به خوبی برای مردم ایران برملا کند. محمد جواد ظریف در کتاب خاطرات خود از هشت سال وزارت که اخیرا در تهران با عنوان پایاب شکیبایی منتشر شده نوشته است که حسن روحانی رئیس جمهور و خود وی به عنوان وزیر خارجه نه تنها به هیچ وجه از حمله روز 18 دی 1398 سپاه پاسداران به پایگاه هوایی آمریکا در عراق اطلاع نداشتند و موضوع را از اخبار تلویزیونی متوجه شدند بلکه به نوشته او درباره حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی هم اطلاعات دریافتی از منابع محرمانه حاکی از تصادفی فاجعه بار بود که نقص فنی هواپیما عنوان میشد هواپیمای مسافربری اوکراین ساعتی پس از موشک پرانی سپاه به سوی پایگاه عین الاسد هدف دو موشک نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت و در حالی که آسمان ایران در زمان چون این حملاتی به روی پرواز هواپیماهای مسافربری باز نگه داشته شده بود، هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر و خدمه به سقوط کشانده شد و همه مسافرین و خدمه کشته شدند. جمهوری اسلامی تا سه روز منکر شلیک به هواپیما و سرنگون کردن آن شد، اما سرانجام ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای آن را خطای غیرعمد انسانی توصیف کرد. حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه عین الاسد به تلافی عملیات هوایی علیه قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس شاخه مرزی سپاه پاسداران انجام شد. سلیمانی در آن عملیات که زیر نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا انجام شد، در حومه بغداد کشته شد. ظریف در کتاب خود شهر داده است که آخرین تصمیم حکومت ایران برای تلافی کشتن سلیمانی که از آن مطلع بود، این بوده که شتابی برای پاسخ نیست و موثرترین روش که همواره توسط حزب الله لبنان پیگیری می شود تحمیل شرایط فرساینده آماده باش بر نیروهای طرف مقابل است اما نیمه شب 18 دی رئیس جمهور ایران وزیر خارجه وقت و معاون او بیخبر از عملیات سپاه پاسداران خواب بودند روایت ظریف از آن شب نشان می‌دهد که دولت ایران تا چه از امور روزانه کشور توسط سپاه کنار گذاشته شده و در تصمیمات ساز کشور نظامیان سپاهی تا چه میزان قدرت دارند نزدیک به ساعت چهار و 30 دقیقه پیام دکتر عباسی عراقچی معاون وزارت خارجه پیرامون حمله به عین الاسد را دریافت کردم دبیرخانه شورای یاری امنیت ملی نزدیک ساعت 3 نیمه شب دکتر عراقچی را از خواب بیدار کرده و از او خواسته بود پیامی را از طریق سفیر سوئیس یعنی حافظ منافع ایالات متحده در ایران به آمریکا برساند ایشان هم ناباورانه توانسته بود در آن وقت شب سفیر سوئیس را بیدار کند و پیام را به او برساند اما بخش تکان دهنده تر ماجرا اینجاست که با وجود بی اطلاع نگه داشتن روحانی و ظریف از حمله انجام شده به پایگاه آمریکایی عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقت عراق شب قبل از طریق دبیرخانه از موضوع مطلع شده بود و ایالات متحده را حتی زودتر از رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران از تصمیم سپاه پاسداران به با باخبر کرده بود آمریکا پیش از رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران به وسیله نخست وزیر عراق از حمله باخبر شده بود خبررسانی به نخست وزیر عراق کاری به جا و شایسته بود اما آنچه پرسش برانگیز است بی اطلاعی رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران بود علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران پیش از این گفته بود که عبدالمهدی از موضوع مطلع شده بود اما آن زمان نگفته بود که روحانی و ظریف در جریان حمله قریب الوقوع قرار نگرفتند مطابق قوانین فعلی در جمهوری اسلامی رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور رئیس جمهور است قابل تصور نیست در جلسه که در طی آن حمله به پایگاه هوایی آمریکا در عراق تصویب می شود، روحانی در آن قایب باشد هرچند مصوبات شورا برای اجرایی شدن باید به تصویب علی خامنه ای برسد اما از مسیر رئیس جمهور باید عبور کند موضوعی که به نوشته ظریف روحانی به کل از آن بیخبر نگه داشته شده و مشخص نیست آیا او از اصل برنامه سپاه برای موشک پرانی اطلاع داشته یا از این موضوع هم بیخبر بوده و فقط زمان آن را نمیدانسته است حسن روحانی اما در وبسایت رسمیش بی اطلاعی از حمله سپاه به عین الاسد را تایید و جزئیات تازه و تکان دهنده ای را فاش کرده است. اصل ماجرا بی اطلاع گذاشتن رئیس جمهور بود و شاهد آن هم لغو جلسه فرماندهان نظامی با روحانی در خانهش ساعتی قبل از حمله است. مقامات ارشد نظامی از رئیس جمهور درخواست ملاقات فوری کرده بودند و او در منزلش منتظر آنها بود اما این قرار از سوی درخواست کنندگان در آخرین ساعات لغو شد تا وقتی که رئیس جمهور ایران از طریق زیرنویس شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی از حمله به عین الاسد در بامداد 18 دی 1398 مطلع شد علت لغو جلسه و دلیل عدم اطلاع به رئیس جمهور که رئیس شورای عالی امنیت ملی است مشخص نیست روحانی در روایت خود گفته است وقتی اصرار بر این بود که رئیس جمهور را از تصمیم حمله به عین الاسد پیش از نخست وزیر عراق بی اطلاع بگذارند طبیعتا نمی توانست وزیر خارجه را مطلع کند البته اخیرا در یابان علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت ایالات متحده که مدعی تماس ایران با آمریکا قبل از حمله موشکی به پایگاه عین الاسد شد گفت بر اساس تصمیم مورد اجماع مقرر شد عملیات موشکی پرحجم علیه پایگاه عین الاسد که مهمترین پایگاه آمریکا در عراق به شمار می رود برای دستیابی به حداکثر تخریب به صورت کاملا غافلگیرانه انجام شود اما معلوم نیست منظور ایشان از اجماع بین چه کسانی بوده وقتی رئیس شورای عالی امنیت ملی هم مطلع نبوده است درباره حمله صورت گرفته روحانی میگوید او به دنبال آن و اعضای دولتش به دلیل همین بیخبری از حمله به عین الاسد در جریان استقرار پدافند هوایی با احتمال پاسخ متقابل آمریکا و تصمیمگیری درباره صاف نکردن آسمان کشور و نبستن آن به روی هواپیماهای مسافربری هرچند در حیطه اختیارات دولت نیست و متعاقب آن فاجعه هواپیمای اوکراینی نبودند بر اساس گزارشی که سال گذشته منتشر شده بود اجازه استقرار پدافند هوایی که به هواپیمای اوکراینی شلیک کرد را ماها پیش از آن علی خامنه داده بود ظریف میگوید صبح چهارشنبه در حالی که مشغول کنترل وضعیت بودند خبر فاجعه را دریافت کردند اما واقعیت موضوع یعنی حمله صورت گرفته توسط سپاه به هواپیمای مسافربری از آنها مخفی نگه داشته شد ظریف در ادامه میگوید از سحر چهارشنبه با دکتر اراقچی و دیگر همکاران سرگرم جوانب بینالمللی اقدام علیه عین الاسد از طریق یادداشت رسمی به سفارت سوئیس و نامنگاری معمول با دبیر کل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز جنبه های دیپلماسی عمومی از طریق صدور بیانیه رسمی و توییت بودیم که از فضای مجازی از فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی آگاهی یافتیم ولی تمام اخبار رسمی آشکار و حتی اطلاعات محرمانه ارسالی به وزارت خارجه حاکی از تصادفی فاجعه بار بود که نقص فنی هواپیما خوانده میشد در زمان وزارت ظریف در مصاحبه گفته بود که در روز چهارشنبه که به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فرا خوانده شده بود همچنان از واقعیت بی اطلاع نگه داشته شده بود اما با شک کردن به اظهارات رسمی به شمخانی گفته بود اگر هواپیما هدف قرار گرفته بگویی تا آن را علاج کنیم بیخبر خبر نگه داشتن روحانی و ظریف رئیس شورای عالی امنیت ملی و عضو حقوقی آن از حمله نظامی سپاه پاسداران به منافع آمریکا در خاک عراق در روز سرنگونی هواپیما تازه ترین اطلاعات تکان دهنده است که چهار سال پس از آن فاجعه منتشر می شود. در حالی که هنوز زوایای پنهان و پرسش برانگیز آن باقی مانده است اما این افشاگری نمیتواند ذره ای از تقصیر و جنایات حسن روحانی و جواد ظریف بکاهد هر دوی آنها سالها در مهمترین ارکان حکومت مسئولیت داشتند و مستقیم و غیر مستقیم مسبب جنایات بسیار زیاد جمهوری اسلامی در دهه 90 خورشیدی هستند روحانی و ظریف یک سال پیش از این در جریان سفر بشار اسد رئیس جمهور سوریه به تهران که توسط سلیمانی به تهران آورده شده بود در موقعیت بی اطلاع و ناآگاه مشابهی قرار داشتند اما این بار بی اطلاع نگه داشتن آنها از حمله سپاه رخداد تازه است که روحانی و ظریف پس از سالها آن را افشا کردند اینکه تصمیم حمله سپاه پاسداران به منافع آمریکا در عراق چگونه گرفته شده معلوم نیست این حمله می تواند با مصوبه شورای عالی امنیت ملی بدون تعیین تاریخ دقیقی برای آن بوده باشد و به همین دلیل روحانی از زمان آن مطلع نبوده یا آنکه رأسا دستور خامنه ای فرمانده کل قوای مسلح جمهوری اسلامی بوده و بدون احساس نیاز خبر دادن به رئیس جمهور وقت صورت گرفته باشد نقش خامنه ای در بی اطلاع نگه داشتن دولت از چنین تصمیم مهمی که می توانست به گفته ی فرماندهان سپاه کشور را وارد یک درگیری نظامی جدی کند و دلیل ادامه کار توسط دولتی که تا به این شدت منظوی و مورد بیاعتمادی قدرتهای پنهان و غیر پاسخگوی حکومت قرار داشته سوالاتی است که دست کم روحانی پاسخ بخشی از آن را دارد روحانی که به روباه بنفش در میان مردم ایران شناخته می شود به خوبی می داند که وفاداری و مالکشی برای علی خامنه ای به بجز رانده شدن از هسته اصلی قدرت برای او در پی نداشت و حال سعی می کند با چنین افشاگری دست کم به مقابله با مافیای قدرتی بپردازد که او و تیمش را همچون دستمال کاغذی مچاله و صحنه سیاست نظام حذف کردند در آخر پیروز این نزاها و درگیری های حکومتی مردم ایران هستند که حال بعد از گذشت سالها مبارزه با رژیم منحوس جمهوری اسلامی می توانند ببینند که این نظام از درون دچار گسست و فروپاشی باوری شده و تنها ضربه محکم از طرف مردم آزادیخواه ایران می تواند این نظام متزلزل را به زبالدان تاریخ ره سپار کند. یاران و همراهان عزیز و ارجمند به پایان این بسته خبری تحلیلی از آوای ایران رسیدیم. مهر خودتون را از آوای ایران دریق نکنید و همچنان با لایک و کامنت حامی ما باشید. پاینده ایران